بعد انا خسته نه نیستی حالا راجع به یه مقدار دین و این چیزا صحبت کنم؟ یه خسته ای که باش بگو، هفته دیگه، اگه هم نیستی نه که نه بگو بگو، برای که میترسم اون وقت نتونی بیای، برای اینکه کسای دیگه بیان. الان اومدی، فرصت شده، لطف بگو. داری. لطفه. راجع به این تفسیر کردن قرآن، من زیاد شنیدم که خیلی میگن تفسیر قرآن رو به حساب قبول ندارن، چون نمیدونم برداشت شخصی این حرفا. بعد از اون طرف مسلمان رو برمیدارن میگن نه ببین، همون طور که یک کتاب درسی و به حساب یک کتاب مرجع رو استادای مختلف یا دانشمندای مختلف برداشتای مختلفی انجام میدن و اینو درس میدن به شکلهای مختلف، ما نیاز به سری مثلا آخوند و ملا داریم که بیاد این قرآن رو به ما یاد بده. یعنی آخوند و ملا شدن مثلا معلم کتاب خدا، جانشین معلم کتاب خدا، یه همچین حرفایی. خاطر میگم اینجوری میخوام بگم که تفسیر کردن خوبه و خوب نیست و این مسائل ها. فکر میکنم منظورم گرفته باشی. حالا میخوای راجبش نظر شخصی تو بگو، من گوش. من معمولا وقتی یه مسلمان این حرف میزنه که ما این متخصص لازم داریم، ازش میپرسم پس اون قسمتی که قرآنی که گفته این یک کتاب برای همه است به طور واضح، اونش رو چی کار میکنن؟ میازم چه؟ بعد برام سواله که مثلا یعنی خدا چرا نتونست مثلا یک روش ارتباط با انسان ها پیدا بکنه که احتیاج به متخصص نداشته باشه. یعنی ما میگین که هر چیزی متخصص لازم داره، خب آره، ولی متخصصین امروز اگه قرار باشه یک بیانیه‌ای بدن که مثلا حتی بیسوادترین آدم ها، مثلا فرض کنیم که ما قراره یک آگاهی سازی بکنیم توی روستاهای کنیا که یه انگلی که الان رواج پیدا کرده، مردم این روستا چی کار کنن که بتونن از این انگل خودشون رو نجات بدن. خب و این یه بیانیه خیلی مهمه که اینا باید یاد بگیرن، و شما به عنوان آدم متخصص یه چیزی نمیاد بنویسین که اینا به حالا بعد برن دنبال یه متخصص بگردن که اینا براش ترجمه کنه. خب یه چیزایی میدیم بیرون، یه چیز به این مهمی رو که مثلا هزینه داره براشون و اینا بخوان یاد بگیرن، یه چیزی میدیم بیرون که خودتون به عنوان متخصص میدونین که اکثرشون ممکنه بتونن بفهمن که جریان چیه و بعد چیکار کنن. خب یا مثلا یه ویدیوهایی میدیم بیرون که مثلا نشون میده که چی کار کنن، چه جوری دست بشورن، چه داروهایی بخورن، یا مثلا اگه پمفلت هایی رو قرار چاپ بکنیم بدون بریم بدون عکس داره، توضیحاتش رو خیلی ساده نوشته، یه جوری که اصلا جای شک نداره. شما فرض کنین اینو به جای که اینو براشون بفرستین، یه مثلا شعر براشون بفرستین که مثلا این شعر توش مثلا یک اصطلاحی استفاده شده که شما باید مثلا تخصص داشته باشین به این زبان به طور اکادمیک، بعد اصلا برین این روش ارتباط برقرار کردن با این همه یک روستا. اگه ما انسان ها انقدر برتری داریم که میتونیم چجوری بیراهای پیدا بکنیم که تعداد بیشتری آدم بتونه اینو بفهمه، چرا یه خدایی که سعی کرده یه کتاب بذاره بیرون که این همه ارزش هایی که باید توش بوده انقدر مهمه، و این همه یه کتابی داده که نفهمیدن پیغامش ممکنه باعث سوختن تا ابد ما بشه، چرا پیغام رو یه جوری داده که اینقدر سخت فهمیدنش و اینقدر ما احتیاج به متخصص داریم که بتونیم یه معماست اصلا این ما بتونیم حل بکنیم؟ تازه اگه درست هم حل نکنیم یا به کسی اعتماد بکنیم که نباید میکردیم، هزینهش اینقدر بالا بشه. میدونیم ازم چه؟ یعنی آیا این خدای شما نمیتونست راحت تر با ما ارتباط برقرار کنه؟ نظر چه؟ به نظر من به حساب حرفی که یکی دو هفته پیش اشتباه نکنم زده بودی، اونم حرف خیلی جالبی بود. مثل اونه که ساختمونی آتیش گرفته باشه، بعد ما برای فرار از این ساختمون به جای اینکه یک اگزیت ساده جا نوشته باشه، یه ما خروجی رو پیدا کنیم، بیاد یه شعری نوشته باشه، یه معمایی که حالا ما بیایم اینو حل کنیم تا بتونیم از این ساختمون بریم بیرون یا نه. آره، درست. این به نکته دیگه این که خب میتونه یه کتابی به حساب باشه، کوتاه، مفید، همه فهم و بدون نیاز به معلم و استاد. مثلا اون راهنما و دستور عملایی که هست و آدم میخونه و بدون راهنما میتونه استفاده کنندش. آره، خب به نظر من حرف منطقیه. یه نکته دیگه ای هست، شما به صورت کلی که ما این اسلام و حساب اصل اسلام و یه چیز به حساب به صورت نمادین بد و شیطانی و اینجور چیزا میشه دونستش به نظر شما یا نه؟ چون مثلا فرمانایی که داده یا مثلا چیزایی که استفاده کرده، یا چجوری بگم، به صورت کلی به نظر تا نهایت بد هست یا نه یه چیز شیطانی؟ من مثلا البته شیطان که خوب بود اگه داستانش رو بخونی، من به شیطان تو آره واقعا من فکر کردم اون خیلی خوب بود. مثلا یه جمله بود، میگه شیطان رفیق
شیطان هم ابداع دین بوده و اختراع دین بوده و کلی هم به دین کمک کرده. اصلا من کار بدی ندیدم ازش، هیچ فرمان ناجوری هم به کسی نداده. اولین انسانگرا بود شیطان، بعد داشت سعی میکرد انسان از بردگی نجات بده. ولی خب حالا اونا داستان و شوخی اینا، ولی من فکر نمی کنم شما بتونید این همه، شما اگه همه قرآن رو و همه حدیث ها رو با هم جمع بکنید، اگه یک دونه صحبت خوب تو این پیدا نتونین بکنین، این خودش معجزه است. میدونم ازم چه، یعنی امکان نداره این همه متن شما داشته کاملا باشین و یک دونه چیز توش خوب وجود نداشته باشه. خب یعنی من حتی اگه نوشته های آدولف آلمان هم بردارم، نمیتونم بگم که امکان نداره هیچ چیز خوب توش نباشه. بالاخره این همه متن نوشته شده، بالاخره یه جایی یه چیز خوبی باید باشه. خب ولی این تعریف از این متن نمیشه. من اتفاقا فکر میکنم این خطرناکترش میکنه. خب مثلا فرض کنید یه چیز خوب مثلا من میتونم تو اسلام پیدا کنم که نه، میدونیم متوجه منظور شما هستم. قبلا توضیح داده بودید، یک سال و چند ماه پیش توی یکی از برنامه هاتون صحبت کرده بودین، گفتین که حساب اینجوری نمیشه، چون اتفاقا اینجوری خیلی سختتر میشه به دیگران نشون داد که این متن اشتباهیه. چون مثلا یه جا میبینی همون آدولفی که شما گفتین مثلا به فقیرها کمک کرده و نمیدونم به یتیما کمک کرده، بعد همین باعث میشه ایدئولوژیش خیلی بیشتر بمونه و مخاطب و طرفدار بیشتری هم داشته باشه. منظور شما آره، رو یعنی من میگم متوجهم اگه چی دارید؟ اسلام، یعنی اگه اسلام حتی یک دونه ارزش خوب نداشت، این به نفع ما میشد، برای اینکه بقایش سخت‌تر میشد. خب یعنی همون یه تک از یه ارزش‌های خوب کمی هم که داره، این به ضرر ماست، به خاطر اینکه رو همونا اینا میان تمرکز میکنن. خب مثلا یه چیزی که تو اسلام وجود داره که اینو من نمیشه ازش نقد فکر کنم، مگه اینکه شما بتونید الان به من نقد بدین، این که ارزشی که نگهداری از یتیما. خب یعنی تو اسلام بنده یعنی حمایت از یتیما خیلی چیز مهمیه و این خب یه ارزش خوبیه، اینو نمیتونیم بگیم بده، این به نظر من کاملا به جاست و کاملا خوبه. ولی به نظر من این تک و توک ارزش های خوب تو اسلام رو خطرناکتر میکنه، برای اینکه اینا رو استفاده میکنن از تبلیغ برای یه سیستم واقعا مضر و خطرناک. آره، میدونی من منظورم این بود، چون اینا خیلی انگ شیطانی بودن به دشمنای خودشون میزنن، مثلا اونایی که نمیدونن بی خدا، خیلی روحشون رو به شیطان فروختن از اینجور خرافات. و اینا ما که هم روح هم شیطان و هم خیلی چیزای دیگه رو خرافه میدونیم، چون قابل آزمایش کردن و حالا بررسی کردن و خلاصه این چیزایی که میدونیم نیستن. میگم میشه همینجور حساب اتهاما رو ما به صورت نمادین به خود اینا بزنیم، مثلا به صورت نمادین. آره فکر میکنم اینا هم همین کارو کردن، من اینو به نه خاطر شما همین داری همچین میبینی، فرقایی نه درست کرده. من نه یه دارم انجیل میبینم، برای روح شیطانی هم دارم. دارم صحبت میکنم. آره 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 بایبل نه اینا کتاب مقدسه. البته ببین، من فکر میکنم کتاب مقدس شیطان پرست است، ولی یه چیزی بگم، ما میتونیم از درست اینا استفاده کنیم، برای خاطر اینکه ببین توی کشورهای مسیحی هم، حالا ما شما میگیم مسلمانان اینو با بیخدایان انجام دادن، این خیلی جالبه، به خاطر اینکه تو کشور مسیحی هم مسیحی ها اینو درباره بی خدایان گفتن، یعنی این تهمتیه که به آتیست بسیار زده شده توی کشورهای مسیحی، و یه کاری که انجام دادن خیلی از بی خدایان اینه که اومدن اصلا اینو گرفتن و قبول کردن. خب یعنی میگن شما میگه ما طرف شیطانی باش، ما طرف شیطان، و اومدن اینو بولدش کردن، کردنش یه داستان که آره ما شیطان پرستیم. خب در صورتی که شما اگه برین بخونید فلسفه این شیطان پرستا رو، این اصلا به شیطان اعتقاد ندارن. خب اینو کردن یه آره سمبل اتفاقا ضد مسیحیت. بگو. اون اسقف اعظمشون بوده اشتباه نکنم، یه جمله ای داشتش حالا توی ویکی‌پدیا نها کرده بودم، گفته بود که هر کسی که نمیدونم به شیطان و خدا ایمان داره نمیدونم احمقه، همینجوری گفته بود، اینکه خودش مثلا شیطان پرست بود. یعنی خودش آره. کامل در مواضع خودش نشون میده که ما به صورت نمادین یا به قول شما سیمبولیک طرفدار یک چیز یا یک گروهی هستیم. آره خب بعضی اینو به حساب دفع کردن، بعضی اینو برگردوندن، بعضی مثلا اینو جذبش کردن. خلاصه آره اینا فکر به حساب جالبی هستش شما مطرح کردیم. اتفاقا خب این دیگه میام این خیلی ممکنه وقت به تو نفع ما نگیرم دیگه، پس یه چیزی هم میگم دانیال جان، این باعث میشه که ببین شما اگه یک
یک کارت آس بدین به دشمنتون که احساس باعث میشه که اونا احساس بکنن که یه چیزی رو علیه شما دارن، خب، و اون وقت اونا میان اونو استفاده میکنن علیه شما و شما رو پررنگ تر میکنن. میدونم چیه؟ یعنی مثلا ممکنه یه روش استراتژیکلی این باشه که ما بیان بگیم که بله اصلا ما عاشق ابلیسیم. خب ما ابلیس رو دوست داریم، طرفدارشیم، فکر کنم کارش هم به جا بود و بیایم مثلا صحبت بکنیم که چرا ابلیس مثلا خوبه. بعد مثلا یک کلمه مسلمان ممکنه بیاد بگه ای نگاه کنید برای همین بی خدا نباید بشین، نگاه کنید مثلا آرمین داره چی میگه، نگاه کنید مثلا دانیل داره چی میگه. بعد کسایی که ما رو پیدا میکنن میگیم ما این جوک بود، این حرفی که ما باور نداریم، ولی این باعث بشه که کلی ما رو بیان ما رو پیدا کنه. خب یعنی این روش استراتژیکلی است که مثلا خیلی استفاده میکنن، یه چیزی میدن که به نظر میرسه که من مثلا اینو گفت، الان من اینو علیش استفاده میکنم، گرفتمش، دیدی اصلا اینو گفت، بعد کلی میان تبلیغت میکنن همه جا، بعد کلی اینجوری پیدات میکنن. این بعضی از این روش ها استفاده میکنن. هستی دانیل میتی؟ نمیدونم چرا سامد میگه شیطان آزادی خواه بهتر از آدم برده‌دار است. آره دقیقا بعضی اینجوری میگه. خیلی خب دانیل جان آره. خب دانیل جان من دیگه برم، دیگه الان شد 2 ساعت. آره برو دیگه، خسته شدی حسابی. منم خوشحال شدم وقتی تو در اختیار من گذاشتی. فعلا بدرود، خدا نگهدار. متشکر، فعلا خدا و ابلیس حافظ همه شما.